ما قدغن را قدغن می کنیم، ما قدغن را قدغن می کنیم، بیشه شیران سپه پنجرا، ما قدغن را قدغن می کنیم، بیشه پیر شیران سپر پنجرا، خالی از داغ و زغن می کنیم، دشمن آزادی من را به کفن می کنیم، خیمه و خرگاه ستم پیشه را ما به عزا خانه بدل می کنیم، دین و خدا و وطن و مادر و ما که عقابان خطر پیشه ایم، سوژه ابراز غزل می کنیم، دین و خدا و وطن و مادر و سوژه ابراز غزل می کنیم، ما قدغن را قدغن می کنیم. درود بر همه هموطنان عزیز و ارجمندمون که خدا رو شکر زنده ایم، خدا رو شکر تلاش میکنیم، خدا رو شکر کوشش میکنیم همینگی که زنده بمانیم. ما زنده از آنیم که آرام نگیریم. صبح همگی به خوبی و خوشی و نیکبختی. درود به همگی. از خدای ایران برای همه تو آرزوی سلامتی دارم. صبحتون بخیر. ولی جان درود بر شما، درود بر تو عزیزم. والا اون چنان ایجاد وحشت شده در جامعه که نمیدونم چگونه میشه این وحشت زدایی پیش بیاد. و اینی که یه هفته دیگه، دو هفته دیگه، سه هفته دیگه، اینا همش قصه و داستانه. یک امری اتفاق افتاده، حالا همیش کس نمیتونه جلوشو بگیره. گود مورنی آفیک عزیزم، مهران جان درود بر شما. مهران جان خب چیکار میخوام بکنیم؟ مثل این فیلم های آلفرد هیچکاک شده، مثل یک تصویری از یک فیلم سینمایی که وبا آمده، شهر وبا زده و تا اون زده، و این بار شهر کرونا زده، کشور کرونا زده. دیروز در برنامه گفته بودم که 1800 نفر در امریکا، من پوزش میخوام، اول درست گفته بودم 18000 نفر تا دیروز، یعنی تا پریروز که اطلاع رسانی شد و دیروز من خدمتتون گفتم 18000 نفر فقط در امریکا. در کشور ما روزی ده ها و صد ها آدم میمیره. بچه های تهران، بچه هایی که اینجا و اونجا هستن، میگویند که گورستان ها رو بستن و میارن دسته دسته میبرن. حتی اونایی که کرونایی هستن و درمان ناپذیر هستن، اونها هم مشمول کفن و دفن میشن. یعنی بدون هر چیزی، با لباس همون گونه که هستن، اینا رو قاطی اموات میریزن و سوار کامیون میکنن و فلهی میریزن توی گورستان. چقدر تلخ است و دردناک. درود عزیزم، مرسی. دستتون درد نکنه، چون من شما رو میبینم و هی میگم درود به شما، بخوام سلام کنم، عید مبارکی بگم، احوالتون رو بپرسم، این گونه میشه که گاهی ذهن آدم، ذهن فرار دیگه،
و اونم که دیگه یواش یواش در شرایطی که ما هستیم میرسیم یواش یواش مبتلا به گونه های فراموشی میشین، چه حافظه تاریختون، چه حافظه نزدیکتون، اینها همه مشمول این قواعد میشه و آدم فراموشش میشه، فراموشکاری پیش میاد. در گفتارش ممکنه واژگانی رو این برنور بگه، کلماتی رو، اسامی رو یا موضوعی رو این طرف و اون طرف بگه که مال خود من خیلی پیش اومده، حتی نزدیکترین رفیقام و اسماشون اشتباه گفتم و حتی خیلی از اتفاقات دیگه افتاده که من در ارتباطش که صحبت میکردم پس و پیش گفتم. حالا اشکالی هم که نداره که. درود به همتون دیگه، ایبی جونم، همتون دستتون درد نکنه. مهران جان عزیزم، مهریار مهربانی، ایبی جانم، درود به همتون بچه، دست همتون درد نکنه. نمیدونم چی کار میشه کرد، همه کوشش میکنیم، همه تلاش میکنیم. یکی از موضوعات مهمی که هست در گفتگوهایی در ارتباط با تاریخ موسیقی ایران و این برابچه جوانایی که آی آقای کیای، وای خانم این، آی آقای داریوش، آی آقای ابی، آی آقای موین، آی آقای فلان. بله خیلی هم خوبه، عالی طرفدار کتی باشین، ولی چقدر خوبه آدم طرفدار دانا باشه. دانا یعنی خودش آدم دانایی باشه و بدونه چرا آدم میخواد دوستش باشه. اینی که ما کاری نداریم به زندگی خصوصیشون، کاری نداریم، خواننده دزده، خواننده هروئینیه، خواننده قاچاق فروشه، خواننده زناشون ازشون جدا میشن به خاطر دزدی، خوب شد؟ خواننده در چه فاحشه قرقرازه تو این لس آنجلس تو در شیش ماهی تو خونه یکی جا نداشت بخوابه، تو ماشینش میخوابید و میآوردش میگفت زنم، حالا باید مردم بهش احترام میذاشتن تو این شهر. نمیدونم یه کار نکنه دیگه، اون چه که پشت روش هست رو بذارم براتون. در نهایت تأسف که نمیخوام این حرفا رو بزنم، ولی نمیدونین بشینی گوش کنین دیگه، چرا گفتی که اینجوری؟ خوب کردم گفتم، تو که چه میدونی؟ کجا بودی؟ اون روزایی که تو ماشین میخوابیدن تو کجا بودی؟ اون روزایی که خواننده کیلو چند بود اون موقع؟ آقا با دو تا آدم میشستن تو ماشین، سه تا آدم میشستن هروئین بکشن، مال هممال دیگران رو بلند میکرده، تو هر خونه ای میرفته کارش این بوده، زنش جدا شده، زناشون ازشون جدا میشه. تر این موضوعات هی شما میگی خواننده ما، آی بوت ما، آی چیه ما. برین آقا، شما هستین نادانین رو ترویج دادین، شما هستین دروغ رو ترویج دادین، شما نمیدونین، خبر ندارین. نمیگم نمیفهمیم، خیلی های از ما هستن آدم های باوجدانی هستن، وقتی براشون تعریف میکنی تأسف میخورن، ولی خب یه خواننده میخونه دیگه، چیکارش میشه بکنی؟ پریسا جون صحبت بخیره دیدم، خب میخونه، چه میدونم چی باید بگم. حال آخه تر شما دیدین خواننده بره شعر شاعرها رو بدوزه بخونه، بعد بیاد براش ویدیو درست کنه، آه کی از شما، چی هستین، آی نسل امروز، آی بچه های فلان، بعد شاعرش خبر نداشته باشه، اعتراض بهش بکنه، از ایران شاعرشون زنگ بزنن بگن آقا تو رو خدا به این آقا بگو پول ما رو بده، شعر ما رو خونده، شعر رو آهنگ ما رو با هم دیگه خونده، به این زنگ بزنیم میگه ها 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 من خواننده معروف بی پولی هستم. به قول یکی از دوستامو میگو این خونه زندگیشو بری نگاه کنه فلان، حالا اونش مهم نیست، این خونه زندگی رو شما چند سره میبینی؟ البته قبل از اینم یه دوره هایی بوده، بعد این اعتیاد و متیاد و این مصیبت و بدبختی ها اینا رو همه رو به باد داده، بانک اومده برده، کنسرت گذاشتن پول مردم رو دزدیدن در رفتن، کنسرت گذاشتن پول کنسرت گذارا رو خوردن، نه یکی نه دو تا، برین از لندن بپرسی. محمود در لندن دوست عزیز من هست، دوست وجی جونم که در اونجا بود، وجی عزیزم در تهران درود بر تو، وجی چقدر لازمه که
دیگه کرونا اومد و خواننده تعطیل. بله همینطوره، همینطوره. و عزیزان بچه جون، نسل جوون، به جان شما، به جون ایرانمون، به جون همه نوروز قسم میخورم، اصلا شما ها نمیدونید این پشت چه کثافتیه، چه لجنیه که بعد براش تبلیغ میکنن. شما فریب میخورید تو دوتا تلویزیون این مردم متملق، یه سری قالتاق بیکار تو این شهرها بیکاره دیگه، چیکار کنیم چیکار نکنیم، هی نوکر میشه، دولا میشه، دولا میشه، راست میشه، خانوم میاره، زن میاره، پدر میاره، بچه میبره، هر کاری که تو به کلفتی میکنه، نوکری میکنه که فلان خواننده بیاد بره تو شهر اینا یه کنسرت بذاره، این مرده که بی وجوده بی غیرت پول در بیاره. خب به خاطر این هی تبلیغ میکنن، تبلیغ تبلیغ. اون وقت اینجوری میشه که با تبلیغات جمهوری اسلامی به خوردت میره، آخوند با تبلیغات به خوردت میره. و دیروز یه کلیپی پخش کردم از یه آخوند متعفن شیادی در ارتباط با نوروز. آخونده میگفت که جوانه سر در آوردن از خاک، این حرفای مسخره چیه؟ جاهای دیگه هم جوانه از خاک سر برمیاره. خب میدونیم مردک، در افریقا اونجوریه، اینا رو میدونیم، همه مردم میدونن، در نیمکره شرقی و غربی رو میدونن، شمالی و جنوبی رو میدونن. خوب شده هر چی که شما میگی همه رو مردم میدونن، اما فرهنگ سرزمین من، ماندگاری ایران، علم کردن نوروز و طبیعت و لباس خدا و آمدن خدا در اون جغرافیا، ما به دنیا اصلا کار نداریم، ما به کشور خودمون کار داریم. این جشن آبا و اجداد ما بوده از هزارهای پیش و ما این رو برگزار میکنیم با شکوه و شوکت تمام. و دشمن شما نوروز، و همین نوروز سبب سرنگونی شما خواهد شد. عشق به نوروز، عشق به عطریت، به ایرانیت. حالا شما وایسا بیا برای بشین از این قصه و داستان ها، از مریوان، کرمانی جان مریوان، درود بر تو عزیزم، درود بر شما فروغ عزیزم، درود بر شما، صبح همگی بخیر. بچه ها جون عید همه تون مبارک، عید همه تون خوشمزه. من طبق وعده‌ای که با شما کردم و تمام هم مقامم اینه که این برنامه رو بذارم که بتونیم یه سری آدم رو جمع بکنیم، یه پولی جمع کنیم برای بچه های سرزمینمون بفرستیم. این خواننده هایی که شما نمیدونید و انقدر در زمان قبل یه ما جاهل مال بودن، خاطر خواهم معوش بودن، از معوش حرف میدن، یه سر رو چه میخواستن ببرن. و الانم یک نسلی آمده گیج، حیوانی بچه جوان چیزی نداره، گیر داده به یه خواننده که میخونه شعرها رو گوش میکنه، وای آی میگه آقا اینا مال خواننده هاتون نیست، این شعرها به جان ایرانتون، راست میگم. اصلا نمیفهمن اکثرشون، بابا خودشون دارن میگن نمیفهمیدن در اون موقع خوندن. برین کلیپاشون رو نگاه کنه، بی بی سی، می بی سی، وایس آف امریکا، بعد شاید بیدار شین. خودش یارو میگه آقا من نمیفهمیدم این شعرها رو میخوندم، بعد یه شما یه لشکر، یه سپاه میریزین و آی خواننده ما، آی نگین حرفا رو، آی نگین کدوم حرفا رو میخوای راستشو بشنوی، از اینجا بشنو بشنو. من خود جلو رو خودشون میگم، نه فکر کنی من راجع نیستم دارم میگم مثل بقیه تا اینا رو نمیشناسن، نه، من با اینا بدبختی کشیدم، گرسنگی کشیدم، بیکاری کشیدم، تو زندان بودم، دائما تو خونه من بودن، من دائما تو خونه زندگیشون بودم، نمیدونم هر کاری تونستم براشون کردم. نه الان 53 ساله همشون میدونن روابطی که ما با هم داشتیم، همه میدونن اون موقع که من خونم تو تخت طاووس بود، تخت جمشید، تخت طاووس بود، کجا بود، هم تو تخت جمشید میشستم یه دوره، هم تو تخت طاووس، اون خیابونی که شکاربانی بود، چه اسمش یادم رفت یه لحظه، نمیدونم، حالا هرچی، اونجا من میشستم، طبقه پایینم یه روزای عزیزم میشست، روزا و جانت، دوتا خوشگلای زیبای رویان بار بودن که این روز عاشق فریدون بود.
طبق بالا هم من بودم. رضا و جانت، رضا و جانت. یکیشون جانت فریدون عزیزم، چقدر دلم برش تنگ شده، ایشالله زنده باشه. فریدون اون فریدون خاطر خوش بود، یکی فریدون فروخی دوزی خاطر خوش بود و طبقه پایین من بودن. طبقه بالا جای منقلی ها بود، طبقه پایین جای هروینی ها. همه شوند دهم یکی دو تا یه دوره میکشیدن، حالا بطانم شدن اینا من کار ندارم. اون من رو چوبه اون دوره هایی که من میدیدم که اصلا خیلی از اینا وقتی اومدن تو تاریخ موسیقی سرزمین ما از اولش میکشیدن، از اول. شما کجا بودین شبایی که ما کاباره میامدیم بیرون جلوی در کاباره؟ دو تا برادر بودن، منصور و منصور، مسعود و منصور، که ماشینا رو نگه میداشتن کاباره با کارا. بعد چپ که میامدیم ماشین اونا رو اجاره میکرد فریدون، پول میداد تبار میشدیم میرفتیم جمشید دنبال دوا. از ساعت دو بعد از چپ تا چهار تو از دروازه غار، از این گود به اون گود، از در اون خونه پایش خونه تو در اون یکی تای جمشید، نمیدونم خیابون خاکی اینجا اونجا، اینجوری بوده. نگیم؟ چرا نگیم؟ من دوستش خوب داشتاش به درک دو نادانی تو نمیفهمی اینا رو بدون. اگه دوستش داری داشته باشه چه اشکالی داره؟ هر کس یه کاری کرده با خودش در روزگار نوجوانیش و خدا رو شکر که امروز میبینی نه عزیزم، همه اونهایی که شما دوست داری، عید قدیر خم، عید فطر، اینها فرهنگ ماست، فرهنگ باوری ماست. چه اشکالی داره این روزهای زیبا رو جشن بگیریم، شادمانی کنیم، قدر بدونیم از بزرگان مؤثرمون، ولی از اونهایی که خرافات و جهل و ایرانیت ما رو میخوان حد بکنن از اونها نگذاریم و در مقابلشون بایستیم. همه این روزها روزهای عید ماست، هم عید قدیر، هم عید فطر، هم عید مبعث، هم عید نوروز، اینا همه عیدای ماست. ما با هیچ کدوم اونا دشمن نیستیم. اونا یعنی حوزه با نوروز ما، اون جغرافیای ما، اون فرهنگی که شکل گرفته هزاره، با اینا دشمنن و میخوان اینا رو غالب کنن. نه آقا جون، ما اگر پیامبر اعظم رو دوست داریم به نگاه ایرانی دوست داریم. اون چیزایی که شما هم یا نسبت به ایشون میدین، ما به عنوان ایرانیان فکر کننده، خرد پیشه، خرد میتا، ایثار، خرد میراث، ما مردمانی هستیم که میراثی خرد و آگاهی و دانش و علوم متعدده اون روزگار، علوم قدیم، اینها بزرگان سرزمین ما بودن و همه اینها را ما دوست می‌داریم و همه اینها را محترم می‌داریم. اما اینی که قرار بشه ایرانیت ما حد بشه که ما می‌خوایم دین عید قدیر داشته باشیم، عید نمی‌دونم مبعث داشته باشیم، عید فطر داشته باشیم یا بقیه اعیاد دیگه، این بی‌هویت کردن ما، خلاصه میان تویی کردن ما. به حرفای آخوندان گوش نکنین و میبینین که مردم درست به عکسش هم چهارشنبه سوری رو با عظمت برگزار میکنن، هم نوروز رو. اینها دشمن نوروزن و میخواهند، فکر میکنن تا ابد تو کشور ما موندگارن. نمیدونن کار این نظام، این نظام تفکری با سرزمین ما کارش تمامه و بچه های دانای آینده سرزمین ما که یگان کفت سکوته و حق مردم که همه چیز رو بدونن، باید همه چیز رو گفت به مردم، پشت و روشو، زشت و زیباشو. این که نمیشه همه آدما این همه دروغ و دوای نسبت دادن به آدمایی به اون متعالی به خاطر اینکه نوع تفکر خودشون و فرقه خودشون خوب زندگی بکنن، ما رو از اونا ترسوندن یا انقدر یه چیزایی رو بزرگ کردن تا حتی که یه کار غیر انسانی رو نسبت میدن به اینا و تجاوز به دختر 8 ساله به اسم اینکه ازدواج کردن. نه آقا،
هیچ انسانی، هیچ آدم با خدایی، هیچ آدم با وجدانی دلش نمیاد مرد 60 تا 50 تا 70 تا با یه دختر 8 تا بغلش بره بخوابه. هیچ انسانی بجز شما آخوندا که خمینی تو کتابش می‌نویسه بچه قنداقی رو میتونی خودت بهش بمالی ارضا بکنی. خب دیگه اینم دستور دینیست که اینا آوردن. دین ایرانیان هم، دین اسلام ما، دین ایرانی اسلامیه، دین روحانی، عرفانی، دین احساس برآمده از اندیشه انسانهایی که به یک نگاهی میرسن، یک نگاه ملکوتی روحانی میرسن که پالایش میشن و از اونجا از انسانیتشون حرکت میکنن. ولی شما اومدین اینا رو هم ریختین به هم دیگه. نوروز جشنه و متعلق به همه ایرانیانه و درودهای مذهبی متفاوت از نازنین. منظور من این است که عیدها فقط متعلق به دین اسلام. بله اصلا هم چیزی نیست، چیزی به اسم دین اسلام. بخواب نگاه کنیم ببینیم اصلا اولش چگونه بوده، اونا کجون جشن رو داشتن. اینا مال بعد از پیدایش اسلامه که تازه روزاش هم که میگیریم دقیق نیست، با همون روزی که حضرت محمد بعثت پیدا کردن دقیق در همون روز در همون ثانیه ما میکنیم، نه گمان زنی میشه که در این روزا بوده. 10 سال بعد از آمدن ایشون این کتاب نوشته شده، آدمای مختلف روایت کردن، خودشون میگن یه سری از آخوندهای متعفنی که اینا رو گفتن. یکی از این آخونده رو اسمشون رو میبره که اون آخونده تمام این ادیان رو دین اسلامی گفته. خب معلومه دین ایرانی میخواسته بگه گفته اسلامی. نوروز هم دین ایرانیه، اون ادیان هم به شکل ایرانیش دین هستن و ما محترم میداریمشون. حالا اصلا اینا دینن، اونا رو ما قلبا محترم میداریم. به تو چه ربطی داره آخونده متعفن؟ تو چرا میخوای اینو بچگونه تو مغز ما که خودت راحت زندگی کنی؟ دیگه مردم نمیذارن این اتفاق بیفته. میبینیم که الان هم این همه بچه های عزیز ما که هستن نمیتونم بخونم، اجازه بده دیگه نخونم، اینا رو بعدم فردا جواب میدم یا امروز از امشب جواب میدم. خلاصه ببینیم بحث رو میکشیم به این چیزهای احساسی و باوری مردم که اینها باور انسانات با خدای خودشون، با خدای احد واحدی طرف هستیم. همه اونایی که در راه خدا بودن، همه اونایی که در راه اصلاح جامعه بودن، درود به شرفشون، محترم میداریمشون. ولی راهی که راه خدا و راه انسانه و راه وجدانه و اخلاقه، اون چی که به دیگران لطمه نمیزنه، اون چی که به خودت نمیپسندی، به دیگران نپسندی و حرمت و پاسداشت همه اعیاد ایرانی مال ماست. پدران ما این کار رو کردن، ما نگاه میکنیم اونایی که نامناسبه، غلطه، اونایی که لازم نیست، اونایی که بی خودی به دروغ و به کذب و به روایت و به این و اون روایت میکنن حضرت فرانی اینو گفته بوده. از کجا معلومه گفته؟ خودتون داره میگین نمیدونم شیخ کدام، آیت الله کی، آخوند فلانی این کتاب ها رو نوشتن و با اون کتاب ها هم مخالفین، چون برخیش راست نوشته شده توش، با راست ها شما مخالفین، آخونده باش مخالفه. از این بابته که اینا اصلا موضوع ما نیست، موضوع ما موضوع دل ما، احساسات ما، وطن ما، نوروز زیبات که اومده، باغ و بهار و باغچه اومده زیبا و سرسبز و میبینید آفتاب بهاری، باران بهاری، جوانه های بهاری، بوی عطر زمین و خدا و هستی در فضا در هوا هست، شما حسش میکنید. بقیهش یه آخون چی میگه رو ول کن، بذار بگه هرچی درش بخواد بخواد بگه تا جون از هرچی نبدترش در مرتکه های جنایتکار ظالم متجاوز. الان دیدن که مردم ایران بیدار شدن، در مقابل اینا وایستادن و اینا به خاطر تحمیق مردم برای نگهداری خودشون به هر دروغ و دونگ و قدرت و پول و امکاناتی متشبت میشن که مردم نریدن اینا رو سرنگون کنن بکشنشون. مگه اون موقع یه عالم آدم نبودن که مدافع اون نظام بودن، رگ و گردنشون میزد بیرون؟
دفاع میکردن، ما فوششون میدادیم، نمیفهمیدیم. امروز یه سری هستن که مدافع این نظام رگای گردنشون میزنه بیرون و نمیفهمن. در مقام قیاس که بر بیاییم میبینیم دوره که ما به دنیا آمدیم و زندگی کردیم دیگه همچین دوره تا اونجا که ما میدونیم دیگه ممکنه تو تاریخ ما به وجود نیاد. آره ملیه جانم، محمد در 56 سالگی با عایشه 7 سال و 9 ساله ازدواج کرده و روشه به عنوانی انسان. درسته، ما هم همینه میگیم. اینا آخونده میگن اینگونه نبوده، اینا میخوان خودشون هرچی دختر اون موقع که مثل الان نبوده که بچه های ده دختر و خوشگل جوان یه طوری پیر، یا باید بچه بازی میکردن پسر بازی میکردن که دختر بازی وجود نداشته، یا باید با گاو و گوساله و نمیدونم شطور طرف میشدن، با الاغ طرف میشدن، یا اینی که میبینیم دیگه در تطور تاریخ این گونه بوده و فرهنگ ما این گونه بوده. با همین 50 سال قبل این گونه بود والا. به من میگن که عجب رادگو نباش، مثل شاه عمل نکن که راد گفت اینجوری شد. آقا چی بگیم؟ دروغ بگیم؟ خب برین دروغ بگین، هرچی دلتون میخواد بگین. من آنچه که آموختم اینید که دروغ جامعه رو به اضمحلال کشون و میکشونه و بزرگان سرزمین من آرزو کردن که دروغ و خودداری از سرزمین من بره و این دروغ توسط همه بدبختیات و از ناآگاهی به وجود میاد، از بیخبری و بی اطلاعی و ندانستن به وجود میاد، از ترس و وحشت به وجود میاد، از خدا، از طبیعت، از بهمن، از کوه، از باران، از سیل، از رانش زمین، از اینها. اینها طبیعت، اعمال طبیعت و اینها رو ترسوندن. ما همیشه به یکی تکیه کردیم و برای تکیه به اونجا فکر کردیم آخونده رابطه ما با خداست و از ما حفاظت میکنه، چسبیدیم به اینا. نه آقا، اون چه که درست هست رو بگیم، اون چه که هست اینه، حالا خوبه بده دوست دارین ندارین، ولی خب بدونین انتخاب کنین، اشکالی داره؟ میگه من وقتی راجع به جامعه هنریم صحبت میکنم این بچه های رفیقام، آخه شما که نمیدونین که اینجا نشستین برای خودتون حرف بزنین. این بچه ها مثلا یکی با یکی رفیقه، با فلان خواننده رفیقه، یه آهنگ بهش داده، دوتا آهنگ داده، یه شعر داده، دوتا شعر داده، سلام علیک کردن، در اون لحظات رابطه نزدیکی دارن. حالا این خواننده میاد با یه کتایی یه روابط دیگه ای داره، یعنی تو خصوصی ترین موضوع زن و شوهری، زندگی، بچه دار شدن و بچه دار نشدن، در تمام این امور با یه رفیقایی دارن اینا که همه میدونن دیگه، مثل خانوادن با هم دیگه. حالا این خواننده قالتاق دزد کلاش زنش جدا میشه به خاطر دزدیایی که تو خونه فامیلایمون کرده، فقط دیگه مردمو که ول کنین دیگه، کسی نبوده که نکرده باشه. حالا خواننده خیلی خوب، مرسی، دمت گرم. حالا میخوای ترک اعتیاد بدی، خیلی خوب، دمت گرم، تانک یو. ولی اینو بیا در واقع برای همه بکن، نه برای یک موضوع خاصی که ازش درآمدزایی بکنی. اون موقع دیگه انسانی نیست و مردم هم نمیفهمن چی و چیه و موضوعات سیاسی این پشت آدمایی که گنده میکنن میشونن شما رو، میشونن پای منبرشون که اهداف خودشون رو پیش ببرن، فرقی هم نمیکنه. و هنرمندان یکی از اهداف مؤثری بودن برای دیکتاتورها، برای نظامهای جهالت و نظامهای بیخبری، اونا رو انداختن جلو. اونا هم یه سری مثل اونا دلقک خودفروش، همه کس فروش، به خاطر خوب زندگی کردن خودشون میلیون ها آدم باید بدبختی بکشن، سختی بکشن، گرسنگی بکشن، بیماری بکشن، دربدری بکشن که این اکبری نکبت بخواد خوب زندگی کنه. خب شما برید طرفدارش بشین که حرفی نداره. اگر لازم باشه واقعا من در این صندوقچه رو باز کنم، اون وقت اتفراقتون میگیره، اوق میزنیم همگی. به خاطر اینه که میبینی خیلی از این برای بچه ها رفقا، من ایره جنتی، شعی و قنبری، اردلان، اینا مدود همینی، اینا دیگه به اینا شعر نمیدن.
چرا؟ بعد که کلاشون رو برشتن، بعد که پول شعر اونو خوردن، پول آهنگ اونو خوردن، نمیدونم پول گرفتن برن استودیو بیان برن سر زب پول بدن موزیسین رفته ایروین کشه نشسته تو ماشین اصلا یادش رفته اونجا تو استودیو جهو و خارجی ها اومدن ساز دادن پولشون رو میخوان خواننده تو ایروینی تو ماشین خوابش برده یا خمار دنبال دوا داره تو مکزیکی های لس آنجلس میگرده. چی بگم دیگه؟ و جالبه حالا در این میانه یه نفرم که میاد به اینا خدمت میکنه، اونم دور میزنن. یعنی مثلا منبام مثال مثلا میگم، مثلا فکر کنید دکتر ایرج شمسیان، بچه خودش هم عملی بوده اول و تک کرده درس هم خونده، یه آدمی هم اینجا بود که تو دانتان مانتان دوام میفروخت و عملی درب داغون بود به اسم فروهر اران ایران، رئیس این آینه هاست و دولت کار میکنه. آقای ایرج شمسیان عزیز و دکتر عباسه میان کمک میکنن داریوش سالم بشه، خدا رو شکر ایشالله که همیشه سلامت بشه و موفق. ولی میاد اینا رو دور میزنه، میاد میره خودش با اونا کار میکنه، اینا که بهش خدمت کردن سالمش کردن صاحب زندگیش کردن رو دور میزنه. حتی بهرود موسیقی رفیق عزیزمونو با بهرود نزدیک شده، میاد ویدیو میگیره، بهرود میره پشت در خونه این، به بهرود گفتن که نه برای کاری بود، برای هر کاری بود، اونی که اینا پخش کردن اینه که شما میاد در خونه داریوش در میزنی بچهش میاد در رو با میکنه، حتی خودش نمیاد دم در، در رو شما باز کنه، افکار عمومی اینو میبینن، پشتش چیه رو نمیبینن. حالا بیا این پشتش رو مردم بگیم چه فرقی میکنه؟ تا چه کی میشه تو استفاده کرد از زمین و زمان؟ تا کی میشه نمیدونم با همسرت بری یه جایی، یه سفری، یه برنامه، بچه تو بدی یه خانم نگه داره، بعد همونجا با اون خانم قاطی بشی، زنتو ول کنی بری با اون الان عروسی بکنی؟ خب اینا رو کردی، مگه من کردم؟ شما ها کردید. پرین از این چیزا، مگه الان نیستین؟ آقا یارو پسره میفرستمش برو کیف من از فلان جا بعدی بیا تو کیف من $100 برمیداره، یادش میره که به دروغ به من گفته تو این نیست، یا دست میکنه تو جیبش یه چیز در $100 که من تا کردم آره اینو میذاره تو جیبش. خب وقتی تو مریضی، وقتی تو هیچ گونه اعتماد به نفس نداری، هیچ گونه اخلاقی نداری، آخه میخوای بری خواننده کجا بشی؟ برو بمیر، برو سر یک کاری شرافتمندانه کار کن، چون خواننده هم بشی از بس که از این کارا میکنین. همین چند وقت گذشته این دخترها، این آدمایی که شما با اینا در رابطه قرار گرفتین، به همشون میگم اینا به شما نزدیک میشن فقط به خاطر اینکه شما امکان داری، یا خونه داری، یا اتاق خالی داری بهشون بدی، یا پول داری میتونن ازت بگیرن، یا کارت تلفن داری میتونن بگن این کارت تو بده ما این کارو بکنیم اون کارو بکنیم، که پرن یکی و دو تا و پنج تا و ده تا هم نیستن. و در کنار اینا خیلی هستن آدم های با شرفی هستن، آدم های درستی هستن، از این کار رو نمی کنن، اونا یه کار دیگه می کنن، این دوزی و آشغالکاری ها رو نمی کنن، ولی میان میرن زب در ولایت یه آدمی میشن که از دوزیه بدتره، از جنایت بدتره، از تجاوز بدتره، مردم به انحراف میکشونن. چون آقای کیاگ، آقای چیاگ یه روزی یه آهنگی مال یه شعری مال یه نفر خونده، شعره گرفته آقا معروف شده، حالا فقط شما اونو میبینین در وسیله ارتباطی، یارو بی سواد اصلا، یارو نیست توی حرفانی میارتش در مورد موسیقی ایران با این صحبت میکنه. آقا یارو 4 سال نیست اومده توی حرفا، 5 سال نیست اومده توی حرفا، 10 سال نیست اومده توی حرفا. هر کی هم که میاد توی این حد فکر میکنه زندگی از اون شروع شده، نه آقا، پیش از این یه تاریخی هست، یه فرهنگی هست، یک روابطی هست، یک مجموعه ای هست که این تاریخ موسیقی سرزمین ما رو ساخته. حال بر تقدیر اینا همش گفتنش لازمه و بسیار هم وقت گیره و به گوش آدم نادان که نمیره، که آدم نادان خونه پرش میگه آقا من اصلا کار ندارم، این دوز قاچاق‌فروش خورده برده هر کاری کرده، من میخوام آهنگشو گوش کنم. خب آهنگشو گوش کن نوش جونه، نه آهنگ اونو، آهنگ آهنگساز و شعر شاعری که این آقا داره میخونه رو گوش کن، ولی دهنتو ببند، خیلی مؤدبانش میشه، یعنی خفه شو
غلط زیادی نکن، چیزی که نمیدونی اکثر عمل نادانی نشون نده، بشین گوش کن، اگر میخوای برو بکن، واقعیتش اینه. خب تو ممکنه بری بکنی، هزاره آدم دیگه نمی کنن، اصلا به اینا ندیک نمیشن، چون اساس این کار بر اساس انجام داده مجموعه اینا یک فضای اکبری تیره و تاره رو درست کرده که نمیشه هم انکارش کرد. چی کارش میخوای بکنی؟ یه واقعیتی که هست، لاغل بدون همه اون چیزایی که من میگم، ده ها آدم دیگه مثل من هستن تو این کار میگن، ولی به منم میگن برکو مثل آدم نیاله، مثلا اینا رو بگی اون اینجوری میشه، من نمیخوام که تو اینجوری بشه، نمیخوام اون رفیقم هم خراب کنم، نمیخوام کار غلطی بکنم، میخوام اون چی که هست رو به شما بگم. حالا شما نمیتونی بر بتابی، اکثر عمل نشون میدی، من میذارم پای نادانیت و حیوانی بودنت. حیوانی هستی، نمیفهمی، نادانی، بیخبری، میایی از یک چیز دفاع میکنی که هیچی ازش نمیدونی. ما همه هم مقممون اینه که تلاش کنیم مدافع اون چیزی که واقعیت داره باشیم تا بتونیم تغییر به وجود بیاریم. باید اون چیزی که واقعیت داره در دین اسلام، اینایی که آخونده میگن، اونایی که نوشتن در موردش حرف زد، از روی کتاب مستند با خیلی هستم میگم، برای مشیری عزیزم و خیلی دیگه که میبینم، فرازوند خدا بیامرد که دزدیدن بردنش، یه دوستی داشتیم اینجا ایونکی رو تمر میفروخ و یه موقعی همین تلویزیون پارس، خسرو شکیب عزیز، خسرو جون عیدت مبارک، عید همه تون مبارک، فریباز عباسی، خسرو جونم، خسرو شکیب، کامران شکیب، خانواده شکیب، کیوان شکیب عزیزم، وکیل درود به شرفت، خانواده آقای شاملو، سرن شاملو، خانم شاملو عزیزم، پسر گل وکیلتون با معرفت، عید همتون مبارک، عید دونه دونه همه دوستای عزیزم که هر روز برنامه منو گوش میکنن، علی جون عربیم، میثم جونم، شیفرش جونم، همه شما عزیزای گل من، آقای جهانیان، حسن جانم، همه شما، صبح هممون به خیر، صبح هممون به نیکبختی، وقت هممون به خوبی و شادی، عید همتون مبارک. اگر من نمیتونم ببینمتون، نمیتونم خدمتتون برسم، بهتون نوروز مبارک میگم. خاله توری عزیزم، اما حسن نیکوکاری گلم، عیدت مبارک، ای نازنین با معرفت گل، و همه دوستای عزیز من، همه نزدیکان من، دونه دونه من اسم میارم، بعضیا رو فراموشم میشه، خودم ناراحت میشم، میگم حالا اونو فکر میکنن چرا من اسم اونا رو نیاوردم، ولی من همه اونایی که پیرامونم میبینم، آدمای موثری هستن، در یک جایی به درد بقیه میخورن، اسم میارم، بعد حسادت، عقده، قصه، داستان این شهر، ای اسم چرا اونو میاری، ای اسم چرا اونو میاری، چرا نهرم از تو که با شرفتره، آیا هیچ کدومتون معرفت حسن فاطمی رو داشتین؟ آیا هیچ کدومتون معرفت یکی این بروچه های با شرف ها مثل دکتر قربانی، مثل دکتر مراد، مثل سهراب یمینی، دکتر یمینی و خیلی دیگه، اینا که معرفت دارن به دیگران کمک میکنن، هر کاری بتونن برای بقیه میکنن، زناشون هم میکنن، دمشون گرم، درود به شرفشون. خب شما که نمیکنی، شما که دنبال اینی که کارو چهار تا دیگران برداری، شما که عقده و حسادت داری، اگه یه نفرم گرفتار باشه دلت خنک میشه، چه احترامی داری من به تو احترام بذارم؟ مگه اونی که میاد میره قبر میخره مردم رو خاک میکنه برای من کاری میکنه، ولی برای مردم میکنه؟ میگم دمت گرم امیر قندقسازا، حاج امیر باریکلا، خدا ایشالا عوضت بده. و ده ها و صد ها آدم دیگه که از همه مشمعت کننده تر اینیست که این آقای سمنانی اومده، یه ایرانیه، بهشم عید مبارکی میگم، بابک عزیزم، پتر خانم محلاتی گرامی، خواه محلاتی عزیزم، یادم افتاد، عیدت مبارک بابک جون، بیتا جون، شما همتون، خانواده دولتشاهی، هوشنگ دولتشاهی عزیزم و خانوادهش دکتر دولتشاهی و همه اونه که یادم میاد راجبشون حرف میزنم، اینها به عنوانی انسان هر کاری بتونم میکنم. بابک عزیزم به من گفت که یه دوست عزیزی داره، دوست آقای
سمنانی باش قرار میخواد بذاری که من با آقای سمنانی حرف بزنم. آقای سمنانی داداش هم همچه پول داری رو ول کن، سرت بذاری زمین، مردی تموم شدی رفتی، این کلاش هم که دورت جمع کردی از اون شاقه پادوت اون بهمنه گرفته تا بقیه این دلقک ملقک ها به اسم هنرمند خجالت نمیشی، نمیدونی یا میدونی؟ آقا میگن شما آدم با سوادی هستی، میگن با استعداد هستی که به این پولا رسیدی، به این امکانات رسیدی، شما باید از هنرمندان فرهنگسازت حمایت بکنی. آقای سمنانی نه چهار تا خواننده قرقرازه که یه روز یه آهنگ میخونن اونجا، فردا دو ماه سه ماه میگذره اصلا مردم یادشون میره اینا کی هستن. فکر کردیم به وسیله اینا اینای بیان بگن آقای سمنانی شما معروف بشی؟ یعنی واقعا هدفت اینه من صبح تا شب برات بشکم بزنم بگم آقای سمنانی؟ اگر هدفت خدمت، رفتی نمیدونم چهار تا رو جمع کردی تو پالاس ورده، کانون کدوم هنرمند؟ کی با شما بجو چهار تا خواننده و دو تا قالتاق شهر؟ کدوم هنرمند شما صحبت میکنه؟ اصلا کدوم خواننده شما رو قبول داره؟ کدوم هنرمندی اصلا شما رو میشناسه؟ به طرف اینکه پولداری جمهوری اسلامی بیشتر از شما داره و بدونه که ببینید هزاران جور داره حمایت میکنه. حتی رابطه شما خودت با ایران یه جور رابطه اید که بر اساس این روابط شما اومدی داری اینو حمایت میکنی. اگر نیست بیا بگو نیست. دلیل چیه اومدی داری پول میدی؟ خب یه دلیلی داری دیگه. اومدی اگه کمک کنی باید به گرفتارا کمک کنی، نه به میلیونرا. این که اسمش کمک نیست، نه پیش خدا قبول، نه پیش مردم. یه خودفریبی، خودگویی، خودخندی عجب باری کردن مرد پولدار هنرمندی. آفرین. چهار تا دلقکم شب جمع کنی تو خونت، آقای کیک، آقای چیک، آقا اینا خودشون یه زندگی متعفنی داشتن و دارن و بیان نگاه کنین زناشون، فرزندانشون. این بیژن قادری عزیز من با پوگی جونم همترین انار انار با من صحبت میکنه، این موزیسین انار انار بوده، فریدون هیدرنیای عزیزم آهنگساز، این دوتا آهنگساز و ارنجوانی، تمام این کارهایی که اون آقا تا حالا خونده کارهای اینا بوده. ای نمیدونم چیه نوبهاران، این آهنگ کار بیژن قادریه، بیژن و ابی ما ابی لیتر، یک کارهای از یکی از کارهای دمیستروسو تو بیژن تنظیم کرده، ابیمون خونده، ابی لیترز، ابی خواننده گروه لیترز که ما با هم بودیم سالها، و اینو روی فیلمی گذاشتن با صدای ابی لیترز، آهنگ دمیستروسوس رو اینو خوندن اجرا کردن به جای دمیستروسوس رو فیلم گذاشتن. دو تا بچه ایرانی. خب همین آدم همه کارهای انار انار رو میکرده، منیجر ارکسترش بوده، اول مال اینا رو خورد، اینا رو بیکار کرد، اون رفت فریدون اومد، فریدون هیدرنیا از اون بدتر. پوگی با این بچه ها صحبت میکنه، پیگی همسر همین آقا که 5 میلیون پول پدرشو این آقا گرفت، اینجا رو بخره اونجا رو بخره، رفت 14 کوچه هوار از دانتان خرید، خال خال پشمیخ پوشید و هی اینجا عید گرفت اونجا عید گرفت، مو کاشت، موش رنگ کرد، سیبیلش رنگ کرد، بله قربان تعظیمت میکنم نوکرم، زیر آسمان آبی ایران ایشالله ایشالله برای ایران یک کاری میکردی. به من دیروز میگفت دخترم اومده رفته، این دختر اومده رفته خونه باباش، دوتا دختر داره، یکیش با مادرشه، یکیش هم کار میکنه خودش تنها زندگی میکنه، اومده رفته خونه باباش، شب اومده بخوابه، گفته با کدوم اتاق بخوابم، یه پتو انداخته جلوش گفته برو رو کاناپه بخواب، نذاشته بره تو اتاق خوابش بخوابه. دختره گریه کرده گفته با اگه اینجوری من برم تو ماشین بخوابم، گفته اوکی برو شور تو ماشین بخواب. این آدمه، این انسانه، این شرف داره، یه قالتاق نقاب به چهره، یه عکسش هم گذاشتم که خودش درست کرده، هر جوری برای شهرت حاجی فیروز میشه، دلغک میشه، آدم خوب میشه، تعظیمت میکنم میشه، سکوت میکنم میشه، جراحت در قلبش، حیوانیت در قلبش، یک قرون به قلبش بسته، به بند جگرش بسته. چهار تا آدم با معرفت و با شرف و مثل اون اکبر جنم، اکبر و اسقر که برادرش فوت شد، کار کانستراکشن میکنه، با این رفیق بود اومد اون استودیو رو درست کرد، خرج کرد، فلان کرد، بیسار کرد، مال همه رو این ور اونور کرد خورد، پول دم LAX برنامه گذاشتن 100,000 دلار خواننده اومدن خوندن اون پولش رو گرفت، 30,000 دلار شهباد خودمون شهباد نوری مجله تهران پول داد به این آقا، جمع کرد مردم داد اینا رو گرفت بره خانه فرهنگ درست کنه، خانه فرهنگ شد،
خانه سالمندان، بعد آخرش هم فروغ به آقای سمنانی اونجا شد خانه سالمندان. یعنی ببینید یه تیمی اینا اومدن میخواد مردم گرفتار حمایت بکنن، شکم سیر، پولدار، ماشین فلان، خونه فلان. چه میفهمه گشنگی یعنی چی؟ چه میفهمه زندانی یعنی کی؟ چه میدونه آدم با غیرت و با شرفی که نون نداره برای بچه‌هاش ببره یعنی چی؟ نمیدونه بچه مریض داشتن روزه میموندن پول دوا داشتن نداشتن یعنی چی؟ نمیدونه اجاره خونه بیستون دلت شور بدنه برای اجاره خونه یعنی چی؟ خب چرا باید در مقابل شما سکوت کرد؟ مردم میخوان اصلا بدونه آقا سمنانی شما کی؟ بیا در یک وسیله ارتباطی، من یکی از اعضای جامعه هنری که عمرم رو در این کار گذاشتم و همه به عنوان عضوی از خانواده شون و به جای همه شون حرف بزن قبول میکنن یه آدمی مثل من رو، من از شما سوال میکنم شما کی اومدی پول میذاری؟ این پول گذاشتی چی کار بکنی؟ تکس رایداب بکنی؟ خودتو گنده کنی؟ بگن آقای فلانی چهار جا افرادت بیارم میبودی و پیبودی و اینه میخواند شما یه پولی بگیرم، یه سری هم دارین اجاره خونه میدین اصلا خواهد باشی این اون اون یه کمکی میکنین به هر کدوم اینا دمتون گرم و با افتخار هم باید برای اینا بکنی، نه برای یه نفر دو نفر، برای اونایی که اصل کار هستن. یه موقع یه کسی بوده یه برنامه در رادیو 50 سال پیش سرزمین من تلویزیون میساخته، توی 50 سال به درد کجای مردم خوردین؟ یک کلام از جمهوری اسلامی میترسن تو رادیو تا میخوای بگی اون چرا نگم یا اون که اصلا ورش کن راجب این حرف حرف نزن. خندیدن و اینا خیلی هم خوبه عالیه. خب اسم شما دلغک، ما هم اسم دلغک شما نگاه میکنیم، تفکر اجتماعی ملی به درد مردم بخوره حامی مردم که ندارین که. پرمین جون سلام به شما، سلام فرا جون، درود به تو، ثابت باد بخیر. علی جونم درود به شما، پروین جون درود بر شما، درود بر همه تون. حسن جان جهانبان یا جهانیان درود بر شما، درود بر همه دوستای عزیزم که هستن، بچه های ایران زمین عزیزم، اونایی که از شهرستان های ایران برنامه ما رو میبینن. بچه ها جون درود به شرفتون. جان خدای ایران تحمل کنیم بی خودی از روی ناآگاهی، آی ما عاشق اینیم، آی اون اصلا ندیده یار رو، یک جوری دفاع میکنه ازش میگه که شوهر ننشه. آقا اصلا نمیدونی کی خواننده کی، یک ویدیو دیدی آی اینا، اینا فریبه، اینا فنون فریب ویدیو ساز و اینا، اینایی که شما میبینین اون جلو اصلا این شکلی نیستن. من همش بحثم با شما اینه که اینا هیچ کدوم این شکلی نیستن، یعنی یه سری کلاش دروغگو، بیمار روحی و روانی، قالتاق دزد، چشم پاک، چشم ناپاک، دست ناپاک، زبان ناپاک، قلب ناپاک، یک حیوانای هستن خاشا به غیرت حیوان، حیوان حیوانکی رو بدنام میکنین. آقا پول شاعرش از ایران اکبر آزاد زنگ میزنه میگه آقای داریوش اقبالی رفیق من خواننده که به شعر آهنگ دادن، پول شعر و آهنگ من چی شد؟ میخنده میگه من یه خواننده معروف بی پولی هستم. ای آقا یارو داره بچه داره داره زندگی میکنه اونجا ایوانکی، باید اجاره خونه بده تو سفرش نون ببره برای زن بچه. خب تو آدمی، تو انسانی، تو رفیقی با من، تو دوست، وقتی من خودم به تو این حرفا نمیزنم برای من تکس میزنی اینا مال اون روزهای کشیدناته. ببخشید آقای بروسلی، ببخشید که شما همی الان اومدی از توی پالایشگاه اومدی بیرون الان متولد شدی، همه عمرت نجات از زندگی کردی، هزاران قصه داری مثلا نمیخوام راجع به شرف بزنم. رامه شیبونی رو بیکار کردی تو خونه نشوندی، پول کنسرت رو گرفتی در رفتی، ده ها پول کنسرت رو گرفتی در رفتی، ده ها کنسرت رو به هم زدی. اینا رو سندهایت که من میگم دارم، اینا میدارم مردم نگاه کنن. فرنگ همه درود بر تو عزیزم، عید همه تو مبارک، فرجون، علی جون، همه شما، فرشته جون، همه سم جون، همه شما دوستای نازنینم. خب این یه واقعیته، مگه من کردم؟ شما کردی. مردم هم گور خوردن، یه سری بچه نمیدونن چی به چیه. ابدی که الان بیان بچه های ایران گرفتارن، کرونا هست، بیمارن، مردم سرزمین من تا 8 هفته آینده
در همین امریکا 25 میلیون نفر کرونا خواهند گرفت. 25 میلیون پیپل تو همین یونایتد استیت کرونا در 4 هفته آینده خواهند گرفت. در میهن ما 50% مردم در 8 هفته آینده کرونا خواهند گرفت. آیا دلت نمیسوزه؟ آیا انسان نیستی؟ شرف نداری؟ آمدی جلو داریوش ابی شما همتون آقای ستار آقای اون درست حسن بچه محل من کشه ای په بیایین تلفنات روشن کنی بگی چه آزاد رضا پهلوی شبانو بلنشین بیان وسط میدون جنگ. آجی جان درود بر شما قربونت برم عیدتون مبارک. من میخوام شاه بشم من اینم من اونم ور کنین آقا ما الان گشنه ایم تشنه ایم گرفتاریم بیماریم دارن مردم میمیرن هیچ گونه امکان پیشگیری براشون وجود نداره حتی ماسک ندارن. آیا شرف داشتین غیرت داشتین بیاین جمع بشین دو تا آدم معتبر مثل شعبانو و شاهزاده رضا پهلوی رو دعوت کنین بهشون اطلاع رسانی بکنین عمومیش کنین رو کلیپاتون بگین یه روزی رو همین روزا قبل از این 4 هفته 8 هفته تمام بشه 50% مردم کرونا بگیرن بمیرن بچه‌های آینده ساز سرزمین دلبند ما و مردمان گرفتاری که تو همین امریکا هستن بیایید صدا کنید شاهزاده رضا پهلوی و شعبانو رو به گوششون برسونید به گوش همه سلطنت طلبای این شهر برسونید به همه بگید همه میدونن بیایید یه کاری برای اون ملت بکنید. خب اگر نکنید آیا نباید دائما به شما ناله و نفرین کرد؟ آیا نباید دائما شما رو نقد کرد؟ چطور کار فریبکارانه بلدین؟ باید تو امریکایی حرف بزنی مردم فریب بدین این اون اون بخوان کسی دیگه شما رو باید بیارن آقا نمیذارن مردم نخواهند گذاشت. امریکا آقای ترام من به گناه های مختلف برای شما اطلاع رسانی کردم اگر واقعا راست میگی مردم ایران قبول داری میخواید دست آخوند رها بشن بلندگوهایی در اختیار مستقلان آزادی ستان شجاعان و شریفان و سرزمین بذار که عمومیت پیدا بکنه صداشون و بتونن مردم رو بر بیانگیزن در این شرایط در مقابل جمهوری اسلامی و شرایط اکنون بیماری کرونا. آیا میکنید؟ آیا شرف داریم؟ آیا معرفت داریم؟ آیا انسانیم؟ دلمون خوشه ما اینو داریم اونو داریم یک دقیقه بعد میتونه نباشه. همین شماها همین هایی که فکر میکنیم پول دارین من اونو دارم خونه اینجا دارم خونم اینه من اونم اینا یه دنه تپ بکنی فردا صبح بای بای. خب بیاین این لحظات آخری که مرگ تو زندگی برای میلیون ها بچه های سرزمین من بیاین یک کاری بکنیم بیاین یک کمکی بکنین به اونا بیایید جمعشین یه پولی جمع بکنین بدید برای اون بچه ها ماسک بخریم کارآفرینی بکنیم ماسک درست کنن پارچه بخریم بدوزیم تو شهرهای مختلف بدیم دست آدم های محترم شهرستان های مختلف آدم های درست آدم هایی که با حکومت و دولت کار ندارن مردم هستن کمک کنن به این بچه ها در این شب عیدی این همه فقر فراکت گرسنگی نمی بینید که وقت ندارید که دلتون نمیاد اصلا نگاه کنید چون به تریج قبای دلتون بر میخوره ببینید مردم چجوری دارن گشنگی میخورن چجوری به حقشون تجاوز میشه چجوری بیمارن شام ندارن نهار ندارن از درد دارن به خودشون مینالن. خدا ایران ازتون نگذره اگه سکوت کنید. خدا ایران از همه ما نگذره اگر سکوت کنید. نمیدونم چقدر باید بگم چقدر باید فریاد زد چقدر باید دائما گفت در این روزهایی که بهار مست کرده دستش خورده شیشه است خاطر خوازیاش مثل همیشه است مثال شاعرات آوار پیش است قناری مست شده شیش دوی میخونه قفصاش پاک شده دیوونه خونه میتونی بشوریشون دونه دونه
کف پاهای پروانه گلاب قمطر کاشون چکوندن، به جرم خوشگلی بردن با سوزن فرفره پاشو شکوندن. عجب آشوبی کرده پشت شیشه، عجب آشوبی کرده پشت شیشه، یه عمر بخچه آنتیک به دوشه، گلاب قمصر کاشون تو موشه، گلاب عطر سرخ گل تو روشه، همون ریختایی که بلبل میپوشه. درخت ها تاق نصیحت بستن انگار، گلای نوبری بردن تو بازار، چراغون شکوفه است باغ پسته، بهار باز پا به ماست، بهار باز پا به راست، هر آن میرسه، درا رو باز کنید، باد داره میاد، پنجره های دلمون رو باز کنیم، کف پای پروانه پر از بوی تنه نقش جوونای ورپریده است، گلای قنچه پرپر که از عمر خیر ندیده است، لباسش از سر جنس لباس رنگ رزای بازار بزدازای کاشونه، همونجا که گلاب قمصر و سهراب و فرشش خوشگلی های امانت پیش ایشونه. در رو باز کنیم. رامان جان درود بر شما، درود به همه گیتون، صبح همه بخیر، روز همه بخیر، برای همه تون آرزوی سلامتی میکنم و یک لحظه وجدانمون رو بیدار کنیم، یک لحظه نگیم گور پدر همه، اون وقت روزگار زورش از من و شما و از امکانات من و شما بیشتره، اون روزی که میگه گور پدر خودت، اون وقت به تنهایی نمیدونی چی میشه، همه دور و برت میرن کنار، جسدت بوی تعفن میگیره، اونایی که امروز عشق میکنن دست به جسم تو بزنن حتی تو اتاقی که تو رو خوابوندن نمیان، اینا واقعیته، وقتی روح از جسمت میره بیرون، حتی نزدیکات، حتی همسرت، حتی عشقت، اونایی که عاشقت بودن به جز مادر و پدرت بقیه خودشونو میکشن کنار، حتی به تو دستم نمیزنن، این واقعیت زندگیه، یه بار مرورش کن، دو بار در ذهنت مرور کن، وقت انسانیتت بیدار میشه، وجدانت بیدار میشه و فکر میکنی که این مردم ایوونه کیدم ایدی، زن، بچه، فقر، فراکت، گرسنگی، لختی، عریانی، بدون لباس، بدون کفش، بدون کیف، بدون مدرسه، تو طویله بچه های سرزمین من و تو میرن درس میخونه. آیا این افتخار داره برای شما؟ آیا شرم نداره؟ آیا خجالت نمیکشی؟ ای خدای ایران، ای سرزمین دلبندم، ای مردمان شریف و شجاع، ای همه شمایی که میشه روید صدای من رو، بیایید به جان همون فرزندانتون، جون همین نوروز، همه شما رفیقا، تلفنتون رو بگیرید دستتون، بگید شاهزاده رضا پهلوی، ما احتیاج به حضور شما داریم، شهبانو، ما احتیاج به حضور شما داریم، آمدن شما در یک رادیو و یک تلویزیون یه وقتی رو گفتن، همین این روزها، 8 هفته دیگه 50% مردم در زمین من رو به مرگ خواهم بود، نسلی که باید ایران منو نگه داره، نسلی که پر از دانشمند میتونه باشه، پر از مخترع و مکتشف میتونه باشه، استعدادهای ناب فرزندان میهن ما قربانی میشن، قربانی نظام جاهلی مثل نظام تفکری علی خامنه ای و اونهایی که ایران دوست دارن چون عاشق ایرانن، در شرایط کنونی فکر میکنن این نظام بمونه، بهتر از اینه که اینو رد کنن، ایرانشون تجزیه بشه، این هم یک نگاهه، ولی اگر همبستگی ملی وجود داشته باشه، شورای رهبری با حضور همه اونایی که شما پوششون میدین، دونه دونه رضا پهلوی بیاد این وسط اعلام بکنه، بگه آقا من رضا پهلوی، بچه مولوی، بچه مردم ایرانم، خانم رجبی، آقای فلان، آقای فلان، آقای نمیدونم دکتر فلانی، آقای مهندس فلانی، آقای
متخصصی که جمع شدین شورا درست کردین، شما همه ققنوسی ها، شما همه شورایی ها، همه شما مبارزین، همه شما جمهوری خواهان، همه شما تجزیه طلبان، همه شما میهن پرستان، همه شما دشمنان هم دیگه، الان بیایید برتر یک ارزشی، یک اصولی در کنار هم دیگه جمع بشیم، کمک بکنیم این مردم رو از اینجا عبور بدیم، مردم رو شکمشون رو سیر کنیم، تنهای برهنه و عریانشون رو بپوشونیم. آیا انسانی؟ آیا شرف دارین؟ آیا وجدان دارین؟ یا از روی حسادت چون من این موضوع رو ترک کردم الان خفه میشین هیچی نمیگین؟ میگین نه بابا اون رضا پهلوی که دنبال این یه پولی بگیری از این اونو دن داره بچه داره داره حالشو میکنه دیوونه است مگه برنشه بیاد تو این کارا، این هم یه نظریه، ولی ما نمیخوام بیاد کسی جنگ کنه، ما نمیخوام کسی کار کنه. شهبانون محترم مردم دوستش دارن، به عنوان یه مادر عزیز خدمتگزار مردم بیاره فرزندشون رو بیارن بشینن، حضور ایشون اعتباریست، دل مردم است که به دل اینها میدن، پول میذارن، اون پول زیر یک نظارت بدیم به مردم سرزمینمون که برای این بچه ها ماسک درست کنن، دارو درست کنن، دارو نظافت بخرن. لااقل این کاری که ما میتونیم بکنیم از مرگشون پیشگیری کنیم، اگر تونستیم بکنین، اگر کردین، اگر شما برنامه سازا، آی همه شما دوستای من، دیروزم گفتم علیرضا میبودی دو تا بلندگو دستته، یکی تلویزیون شجره، یکی رادیو اولاکویی. آقای دکتر اولاکویی پس چی شدی؟ شما چرا کاری نمیکنی؟ چطور برای کشتی آدم جمع کنی ببری پول در بیاری برای کمک کردن به بچه های سرزمین من؟ نه ما کارمون نیست، چرا کار شما؟ هر کس کار عمومی میکنه، ما الان نیاز به همتون داریم، ملت ایران به همه ما نیاز داره، به همه بچه‌هاش نیاز داره، با آقای دکتر و پروفسور و علامه و گشنه و آسفاس و خواننده و مطرب و نمیدونم دزد و قاچاق فروش و جنایتکار و مزدور و همه، به همتون مردم نیاز دارن. بیرون از مسائل سیاسی یک موضوع انسانی و ملیه، اگر شرف دارید مردم دارن نگاهتون میکنن، همین برنامه کوچیک ده تا و هزاران آدم دیگه میبینن، به هزاران آدم، به گوش و چشم هزاران آدم دیگه منتقل میشه. بیاییم همون لحظه که میشنوین تلفنتون بگیرین دستتون، شعبانو من تو رو دوست دارم، عیدت مبارک شعبانو، بچه های تردمین من به شما احتیاج دارن، بیایید یک روز رو همین روزا اعلام بکنید، یک جایی همه پول جمع بکنیم، شما حضور داشته باش و مردمان شریف، مردمان قابل اعتماد، رهبران اجتماعی، آدم های معتبر نظارت داشته باشن، این پول رو تخت کنیم بین تمام مردم سرزمین و شهرستان و آدم های شریفی که اونجا هستن، کمک کنن به بچه های ایران. اگه کردین، اگه شرف داشتین، اگه داشتیم، اگه معرفت داشتیم، اگر خدا ترسیدیم، اگر گفتیم درد مردم هم درد ماست، ای خدای ایران تو شاهد باش، ای گل لاله تازه پرپرم، یادگار پدر مهری مادرم، رفته از عشق تو سوی چشم ترم، از همه عاشقای تو من بدترم، سرزمین جوان بخت پیرم وطن، جز برای تو مردن نمیرم وطن، از تو گفتن نوشتن شده کار من، سرزمین همه یادگارای من، یک نفس بی هوایت کشیدن حرام، عاشق تو فقط من، همین و سلام. ایجاد یک حرکت ملی، یک جنبش، یک دلگرمی برای بچه ها، یک قدرت، یک توان برای مقابله با جمهوری اسلامی. بیدار بشیم، وجدانمون رو بیدار کنیم، جهان داره به همه ما و اعمال ما نگاه میکنه، ملت ایران دارن نگاه میکنن به شما شاهزاده رضا پهلوی. این موضوع سیاسی و مصاحبات اینا عالی، خیلی هم خوب، به جای خود، ما الان به شما احتیاج داریم و به شهبانو و به همه نیروهای مؤثر، آدمای معتبر و محترم جامعه برای کمک به بچهای ایران. زنده باد ایران، زنده باد آزادی، و تا ساعت 8 امشب مرگ بر مرگ، زنده باد زندگی. بدرود.